از استریو میکس داره پیکاپ میکنه صدا نه استریو میکس همه شو میکس what اوکی هدفون منو بالا هدفون بیار پایین یک دوسته سه تا صحبت بکن بشن بیار پایین برای من بیار پایین بیا خوبه نه یه ذره بار بالا خوبه 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 اونا فقط یه بار چک کن جست این کیس دا اونز از دیگه میخوای خودکست رو بزن اینترو رو بزن بریم اون داره رکورد میکنه خب خدا رو شو. شوست نبود سلام اینجا خودکست پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه در کنار من کارون نشسته سلام دیگه ما بگیم دیگه در این کنار ما فرهاد سلام و پشت دم و دستگاه و تمام تجهیزات فرزاد نشسته دقت که اینجا شو کرد نفر سوم شد <تصفح> سلام من صحبت میکنم آها اون تو صورت تو که نه اوکی خیلی ها گفته بودن که چرا با فراد اینطوری صحبت میکنین چرا اذیتش میکنین کمپین و اینا براش میخواستن را بندازن خب اینا در اوج سمیمیت این دیسایی که ما میکنیم ولی من اینم بگم که اگر یک جمعه کار رو نکنید این فرده میاد سواره... جای من سوار گردتون میشه <تصفح> آره خلاصه این که اینا همش شوخی شوخی و خنده است ولی خب پشت هر شوخی یه موقعیتی دوستت دارم از این رو که مکافاتت میکنم ما مکافات میکنیم شما رو خاطر علاقه دوست این که این گفت دوستی امروز قسمت 152 ماست و اینکه که می ببینیم که کارون برای ما چی آورده قبلش من فقط ایزی بگم تمام کسایی که رفتن یوتیوب دیدن آقا دمتون گرم دیگه داره های یوتیوب دارد ما عجیب میره بالا و سرعت خیلی کمی نه کارشون درسته فکر کنم به همم دارن میگن که بیان سابسکرایب کنن آره خوبه چند نفرم گفته بودن که خیلی <applause> نامحسوس آره نام نامحسوس گفتش که لطفا برین سابسکرایب بکنید تو یوتیوب توی, ام توی ام چند نفرم گفته بودن که از موقعی که ویدیو شو دیدن تصویری شو دیدن دیگه دوست ندارن که برن صوتی رو بشنون چون مم. که مثل اینکه بیشتر خوش میگذره بله گفتیم که تصویریمون یه ذره طولانی تره از قبل و بعد از این که رو هم داریم دیگه خلاصه این هم همطوری بگم که بی سانسور برید لطفا نه زیاد ولی برید سابسکرایب بکنید بگو ببینم چی آوردی برای اون کجا میخوای ما رو ببری بله شما خودتون آدم اوپن مانده دی نه سوپ حالا اوپن مانده دو فارسی یه سوالش این بود آره دیگه گفتم نه اصلا تو جوان بدی زیاد مهم نه 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 شروع نکردم روشن فکر میگن ولی من دوست ندارم بگم روشن فکر توی چون حس میکنم اون یه معنی دیگه یواش یواش پیدا کرده توی حالا زبان و فرهنگ ما من به عنوان این ازش یاد میکنم که حالا اوپن مایند کسی که فکر بازتری داره و حالا آماده پذیرش افکار گوناگونه و حالا از اونور کلوز مایندد کسی که یه مقدار فکر بسته تری داره حالا اینجا به بعد توی این قسمت من حالا فکر باز و بسته میگم امه. تو نفس نیمان سعی کنم که باشم ولی در واقعیت کمترم شما چی فر من توی اینکه کار جدید تجربه کنم اینا واسه خودم حس میکنم اوپن مایندم ولی توی یه سری روابط و اینا رو بقیه نیست آره نه تو هم منم ده. آره منم فکر نکنم کامل اوپن مایندد همه ده. افتاده و فروتن یکی از ویژگی های آدم اوپن مایندده فکر بازی داشته باشن خیلی افتاده حالا ولی اگه من نظر آقای چارلی مانگر یه بیلیونریه که یک و هفته همه بیلیون دلار ناقابل همین ثروت فقط یک و هفت همه بیلیون میلیارد میلیارد دلار آره سرمایه داره نظر این آدم اگه درباره مغز انسان میدونستین اصلا کلا ذهنیتون عوض میشد ایشون گفتن که مغز انسان خیلی شبیه تخمک میمونه و حالا میدونید دیگه تخمک راهکاری داره فرهاد و فرزاد احتمالا بهتر میدونن که ظاهران <applause> اسپرم اول که میرسه اون توی شیراز به تخمه خوردنی میگن تخمه <تصفيق> نه <applause> خب نه اسپرم اول که میرسه ظاهرا در رو میبنده دیگه نمیذاره اسپرم های دیگه وارد بشه میگن برگر این بسته هست آره <applause> جد <چالس رو. تصفيق> بعد این آقای چارلی مانگر اعتقاد دارن که مغز انسان هم شبیه تخمک عمل میکنه یعنی <applause> یه ذهنیتی که یه فکری که وارد میشه این میبنده و درشو میبنده دیگه کلا <applause> حالا اصلا چی شد من امروز میخوام راجع به اینا صحبت کنم من دیشب داشتم با یکی حرف میزدم که ایشون حالا توی کار عرفان و در واقع مدیتیشن و اینا بودن و هستن و تجربیات جالبی هم داشت توی مدیتیشن هایی که کرده بود و خوابایی که دیده بود در واقع تجربه سپریچوال یا معنوی روحانی جالبی داشت حالا. <applause> بعد خیلی اولش مقاومت میکرد که صحبت کنه و در واقع اسرار هویدا بکنه و میگفتش که بقیه ای که تجربه نکردن و اعتقاد ندارن به این موضوع اگه بشنم و من میگم مثلا فلانی تو دیوونه یا اصلا این حرفا چی و چیو چه معنی میده و روی این حساب حس میکرد که منم ممکنه یه همچین واکنشی داشته باشم حالا شما ها می میدونید که من به شخصه به چیزای ماورایی اصلا اعتقاد ندارم و وقتی حالا بحث این چیزا میشه خیلی آدم سختی ولی دیروز کلا آدم سختی هستی آره ای تو این مواقع خیلی سخت ولی دیروز خیلی دوست داشتم مثلا تجربه این آدم رو بشنوم برای همین سعی کردم که واقعا گوش بدم و شل بایم. کردی آره کار کنم که اون راحت باشه و صحبتش رو بکنه که حالا سوالش هم کرد ولی حالا این شد که گفتم برم یه ذره نگاه کنم ببینم که چجوری میشه که ما حاضر باشیم مثلا راحت هر مدل حرفی رو بشنویم لزوما هم لازم نیست بپذیریم مخالفت کنیم یا چی فقط داشته باشیم که بشنویم درست حالا ایمان هفته قبل به هم گوش بدیم صحبت کرد خودش هم میکنه من راجع به رابطه اقبال و استعداد موفقیت صحبت کردم ظاهرا حالا این قضیه اینکه آماده پذیرش فکرهای مختلف باشیدم یه آمو... آمیزه ای از این دوتا مفهومه یعنی اینکه شما خوب گوش بدید این به موفقیت شما هم کمک میکنه و اومدن حالا بررسی کردن دیدن که اون آدمایی که تو بلند مدت موفق بودن در واقع کسایی بودن که حاضر بودن که فکرهایی که توی سرشون از باورهایی که تو سرشون هست رو به چلنج بکشن این مورد اولیه که توی اون کارهایی که تو بیست سالگی باید انجام بدی من گفته بودم که حاضر بودن به چلنج بکشن و درست بودن رو توی این نمیدیدن که حرف خودشون رو به کرسی بنشونن حاضر بودن اینا رو عوض کنن و تغییر مسیر بدن این مدل آدم‌ها بودن که توی بلند مدت آدم های موفق موفقتری بودن بعد حالا مثلا اولی موردی که یاد میکنن از ویژگی هایی که یه آدم اوپن یا کسی فکر بازی داره داشته باشه اولی میجهش اینه که میگه حالا همه ما توی مکالماتی بودیم که طرف مقابلمون صرفا بخواد حرف خودش رو به کرسی بنشونه چه اصلا خود ما اون آدمه این خیلی وقتا و چرا چیزی نه به ما گفتن تو حرفش نپر من دارم خیلی دارم جلو خدا میگیرم نه بفر نه نه, 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 نه <applause> اصلا <احسن تصفيق> میکنم تو نمیپری نه دارم ساکت نشستم دارم علم میام گوش بدم. جان آره سره. بعد اون آدمه بیشتر دنبال اینه که حرف خودش رو اثبات کنه تا اینکه حالا دنبال این باشه که خروجی مطلوبی بگیره از اون بحث مد نظر و درست بودن رو تو این میبینه که حرف خودش در نهایت به کرسی نشسته باشه تا اینکه اگه ببینه طرف مقابلش داره چیزی رو درست میگه ذهنیتش رو عوض کنه دو تا دیدگاه دیگه تو م. میتونی خیلی سفت و محکم پافشاری کنی روی حرف خودت و بگی درست اینه یا اینکه درست اصلا نگاهت رو به درست بودن عوض کنی درست بودن شاید این باشه که تهش من به نتیجه درستی رسیده باشم حتی اگه اون نتیجه حرف طرف مقابل من بوده باشه و حالا در مقابل اون آدمایی که فکر باز دارن در واقع سعی میکنن که ریشه این عدم تفاهم رو پیدا کنن و درک های نادرسته که موجود هست رو از بین ببرن و تهش به خروجی یکسان واحد برسن حالا مثالش مثلا توی پادکست من و ایمان اگه مثلا سر یه موضوع اختلاف داشته باشیم ما میتونیم دو تا راهکار رو پیش بگیریم صرفا میتونیم هدفمون این باشه که حرف خودمون جلو بره یا یه بود دیگه نگاه کنیم بگیم که خب قاعدتا هدف من و ایمان باید این باشه که خروجی کار ما خوب باشه و حالا پادکست به سمت بهتر شدن بره درست بودن رو تو این ببینیم تا اینکه نظر من تهش به انتها رسیده باشه این دوتا راهکار هست دیگه اگه اولی رو انتخاب کنیم خب احتمالا همیشه تو جنگ و دعواییم با هم ولی اگه هدف ما این باشه اون نظری رو انتخاب کنیم که بهتره خب قطعا خروجی بهتر میشه مستقل از اینکه نظر من بوده یا ایمان درست. برات خونه خیلی گرم شد اینو چیز کردی درست. من چی بگم این کوله رو رفت برد گذاشت خیلی من خورز خورز شده بودم دمای کرد می دیگه اجازه بده الان دیگه, دیگه من دمای لیویبل برای انسان ها و موجودات زنده 21 درجه است من اینو گوشت برم 22 نه 21 سر 23 خونک پشت میز بشین 21 بندری میزنی از سر ما 23 4 الان رو چنده من الان احتمالا رو 26 الان بخاریه الان بچه ها به لحله افتاده الان بخاریه خب حرقه که از اینجا خب آره ببین من فقط ببخش دیگه زمان که رفت اون بالاییه رو بزن بیار پایین آفر ببخشید ما وسط زرد حرفای متفرقه بزنیم به دیگه خودکسته همه عادت دارم خب بعد آها که ذهن از عرفان رفتیم تو گولر اونه که ذهن بس تری دارن بیشتر اظهار نظر میکنن تا سوال کنن آها آره دیسکون ما رو به تو کاری ندارم و طرف سوال نمیکنه که حرف در واقع اصل حرف طرف مقابل رو جویا بشه صرفا اصلا نظر میکنه و اصلا یه گوشه نشسته مثلا تو میتینگ آینه هم برید بالاخره ممکنه باشن این مدل آدم یه گوشه نشسته مثلا حرفشو میزنه انتظار داره اصلا پولم بهش بدی که داره حرفشو میزنه چون این که ببین آقا تو داری چی میگی مثلا حرف تو رو متوجه بشه ولی خب برعکس اونی که ذهن بازتری داره میدونه هر موضوعی که باشه چه تو هیته سوادش باشه چه آدم اکسپرت یا ماهری تو اون قضیه باشه چه نباشه این احتمال وجود داره که همواره طرف مقابل از اونا بیشتر بدونه و از یه زاویه‌ای بتونه قضیه رو ببینه که تو نمیبینی و ذهنش بازه به این که حرف اون رو بفهمه درست بفهمه درست گوش بده و ترتیب اثر بده اگه نیاز باشه حالا من این سوال دارم بعضی هستن که میخوان همین طور به تو چیز یاد بدن آخ. اونجور آدم ها چجور؟ یعنی طرف حالا واقعا میتونی قبول بکنی که طرف آدم واقعا فهمیده یه میخوادی زیاد بده یا اینکه اگر همینطوری دارن تلاش میکنن که بده زیاد بدن از یه کمبودی میاد به قول معروف ببین نظ... بگم بگو بگو حالا بیشتر صحبت میکنم نمش. به نظر من اگه کسی واقعا فهمیده باشه خیلی راحت میتونه بفهمه تو اصلا آمادگی و اشتیاق این که چیز جدید یاد بگیری رو داری یا نه تو نمیتونی به زور وارد کنی یه مفهوم جدید رو به مغز یکی که اگه اشتیاق نداره و تو داره این کارو میکنی با تو حالا از یه عدم امنیت درونی نشات میگیره این سکیوریتی ها از آره. کم بود من دیروز با یکی صحبت میکردم میگفتش که آره با یه نفر بحثم شده بود و اینا طرف خیلیش مثلا آدم عجیب بود بعد برگشته به من که تو در پذیرفتن نظر دیگران خیلی ضعیفی بذار من میتونم با تو کار بکنم در این مورد من با تو اصلا نمیخوام. نمیخوام, صحبت کنم اصلا چی داری میگی آره برای همین بعضی موقع مثلا آدم ها از مثلا اون روشن فکریه فکر میکنن که اگر که حرفشون مثلا یه جوری خیلی مثلا خوشگل بزنن واقعا مثلا حرف روشن است ولی واقعا نمیتونی نیست دیگه تو نمیتونی مثلا رو بکنی به همه بخوای به همه چیزی یاد بدی دیگه اصلا این پذیرفتن حرف بقیه ضعیفی باید نگاه کنی اون حرف بقیه چی بوده ممکنه یه آدمی باشه که والا اصلا دیدگاه درستی داره یکی داره جلوش یاوه میگه تو نمیتونی یاوه تونی... میکنه آره نمیتونی انتظار داشته باشی اونی که دیدگاه درست رو, رو بپذیره و اگه نکردین انگ رو بهش بزنی که تو آدمی نیستی که حرف بقیه رو بپذیری اصلا ممکنه اون آدمی تو محیط بدی باشه دور و همه یاوه گو باشن و خب این هیچ وقت حرف اونها رو قبول نکنه بعد بهش بگن که شما حرف بقیه رو قبول نمیکنی حرف درست ممکن نبوده باشه دقیقا. خب دیگه چی داری؟ بعد شما نه بعدا فامیل کامنت میزنه چه نمیزنه این بچه صحبت کنه حرف بزن بریز بیرون یه یاوهی بگو خودت خالی کن <تصفح> اینجا میان میشین اینجا دیگه صحبت کن <تصفح> ادامه دو... <دوست. تصفح> <اداه دوست. تصفح> از... چرا داشت اینطوریه خب بگو اه... آها پس این مورد قبلی بود که سوال کنیم آقا واقعا خیلی خوبه که سوال کنیم که فراد چرا مثلا اینجایی؟ خب بفهمم که چرا اومدی اینجا. میرسه میرسه. بعد اونی که ذهن بازتری داره خودش رو مجهور میکنه که اتفاقات رو از چشم طرف مقابل ببینه تا اینکه تلاش کنه که فهمیده بشه تا اینکه بفهمه اه. در واقع تو ذهنت باز باشه دوست داری بفهمی که بقیه آدما چی دارن میگن شاید یه نکته اونجا نهفته باشه ولی ذهن بسته داشته باشی ترجیح به اینه که ترجیح که نه این کارو میکنی که آخرش وادار میکنی بفهمن تو چی میگی ولی تو اصلا حاضر نیستی گوش بدی طرف داره حرف میزنه تو تو ذهنت جمله بعدی خودتو داری آماده میکنی که به توپی به خاطر این نیست که تو فکر میکنی از یه جای بالاتری میاید سطح سواتت بالاتر و همین مثلا به بقیه اصلا گوش نمیدی آقا رزا اومدن شما برو چیز کن ها نظر چیه؟ ببین حالا خیلی جالبه خل... تلفن اینجاست من شهرنده واقعا این اینجا خیلی به هم است آره به نظر من خیلی وقتا برعکس این قضیه است کسایی که حاضر نیستن حرف بقیه رو بفهمه و بیشتر دوست دارن که حرف خودشون به کرسی بنشینه به نظرم این دوباره از یه کمبود درونی حالا از یه این سکیوریتی میاد که چون اونی که زیاد میدونه و حرفش تو جاهای درست به کرسی نشسته بوده نشسته از چی میشه فعلش نشسته میشه آره نشسته میشه اون دیگه اعتماد به نفسش داره میدونه یه سری جاها هم خوب داره یاوه میگه و اصلا خیلی حساس نیست رو اینکه همیشه حرف خودش باشه برای همین اعتماد نفسش بیشتره و اصلا این مسیر رو دنبال نمیکنه ولی به نظر اونی که هی تلاش میکنه چیز کنه از دقیقا اون کم بوده نشد میگیره خب بعد پس دوست دارن فهمیده بشن تا اینکه بفهمند ولی برعکس اون آدمی که و ذهن بازتری داره ذهنش بازه به همه پاسیبیلیتی ها mm. آره انگلیسی ارتبال. آره <laughs> و خب مثلا ممکنه که همه ماها جمله رو با این شروع کنیم که من ممکنه اشتباه فهمیده باشم یا ممکنه که حرفی که میزنم غلط باشه ولی از اینجا به بعدش اون آدم ذهن بازه و ذهن بسته دو تا روی کرده مختلف رو پیش میگیرن ذهن بسته ممکنه بعد این که بگه ممکنه من غلط باشم دوباره فر طرف خودش رو بزنه درست. این صرفا داره انگار خودش رو گول میزنه که بگه من باز بودم با نسبت به نظرات مختلف ولی خب حرف من اینه ولی اون ذهن باز داره بعد اینکه این رو میگه ممکنه مثلا سوال کنه بگه من نظرم تو اونجا ممکنه غلط بوده باشه حالا تو نظرت چیه یا تو چه جوری بررسی میکنی حرفی که من زدم میدونی خیلی واقعا بازه دیگه یه ذهن بازی داره نسبت به فکرهای مختلف و آمادگی پذیرشش هم هست یعنی نمادین نیست این حرکت که من فقط خودم رو یه جوری نشون بدم که دارم گوش میکنم خودم رو یه جوری نشون بدم که دارم میفهم دوست دارم بفهمم نمادین نیست واقعا در عمل هم باید اتفاق بیفته فکر کنم واقعا مهمترین قسمتش اینه که تو واقعا دوست داشته باشی که گوش بدی اولش یعنی بپذیری که طرف واقعا چی داره میگه بعدا بری حالا تصمیم خودتو بگیری یا اون حالا کاری که باید انجام بدی یا انجام بدی یا اون چیز طرز فکری که داری و بهش حالا بخورونی جورایی. یه جورایی یا سرح. قبولش هم نکنی بعدا ولی ممکن یعنی حتما هم نباید قبول بکنی آدم روشن فکر شد اینطور نیست که هر چی تو میگی و بتونه قبول بکنه یعنی باید اول بشنوتش فکر بکنه بعد ببینه میتونه قبول بکنه یا نه سوال تو بپرس کسی که فکرش بس از اوپن مایندد نیست چه راهای تمرینی داره که بخواد به اوپن مایندد نس برسه حالا جالب حالا این متنی هم که من خدا همینا رو اشاره میکرد این موردایی که ما تا الان گفتیم رو میگه هر بار شما تو خودت دیدی سعی کنی پنج رو بندو نه سعی کنی آگاه که... باشی که تو هم داری این کار رو میکنی این انگ اوپن آن نبودن رو فقط به بقیه نزنی خودت آگاه باشی که برای تو هم اتفاق میفته و اونجا هم سرزنش نکنی خودت که آه من مثلا اینجوری هم سعی کنی اصلاح کنی مثلا سری بعد یکی باید حرف بزنه به جای که بهش گوش ندی و بخوای حرف خودت رو بزنی سعی بش گوش بش کنی بش بش آنش بش بش بدی سوال کنی از ازش هی hey, حرف خودت رو تکرار نکنی بعد آها به جای اینکه آدمایی که در واقع ذهن باستری دارن دوست ندارن متکلم وحده باشن دوست ندارن فقط خودشون حرف بزنن و بقیه هیچ صحبتی نکنن ام. و حتی ممکنه توی جمعی نشسته باشن ببینن یکی ساکت تره ازشون سوال میکنن که شما هم نظرت رو بگو برادر شما هم نظرت رو بگو نظر من اینه آره شما ساکت نشستی ولی خب اونی که چیز سره هی میخواد خودش حرف بزنه اصلا به بقیه خفه شد و... چه با رفتارش <تص> هر حرف, مانده. حرف, حرف جلو حالا خیلی جالبتون کتاب هوش مثبت نگر که مینا به ما معرفی کرد سلام, سلام مینا جان سلام آخه ما قبلش شیشیم در مینا صحبت میکردیم کلی بهش سلام که صحبت نکردیم مینا جان سلام بعد یه قسمتی داره که میگه اگه شما مثلا راههایی که برای حل مشکلتون در دسترس دارید کافی نیست نیاز هست که راه های جدیدی تولید کنید و میگه شما تو هر شرایط بعدی که باشید میتونید از اون شرایط بعد حداقل سه تا راهکار تمرینش اینه در واقع توی اون شرایط بعدی که قرار دارید سه تا راهکار ارائه بدید که اون شرایط بعد تبدیل به شرایط خوب بشه از آه. سه از کجا میاد قانون کلیه تمرینش اینه تو متن... میتونی هزار تا بگی برای اون کار شما چیشو باید... دوباره اینه یه بار میگی؟ ببین شما فرض کن توی شرایط نامناسبی قرار داری خب درسته ام. مثل فرهاد مثلا اینجا نامناسب خب <تص> میگه شما همیشه میتونید اتفاقای بعدی که براتون میفته رو به فرصت تبدیل کنید حالا اینو ما در افسانه ها همیشه میخونیم که اون بیزنسمنای موفق همیشه از هر تهدیدی یه فرصت میسازن و اینا ولی این راهکار تمرینیش اینه شما فرض کنید که استراتژی شما فرض کنید که سر کارتون مثلا یه مشکلی داری فرض کن تو رابطه شخصی مشکلی داری هر مشکلی که هست میگه بشین با خودت فکر کن به سه تا موردی که این مشکله میتونه تهش به نفع شما بشه خب مثلا فرض کن یه به نفع توی شخصی به نفع تو و اون کسی که تو اون هستین حالا این به نفع تو شخصی, شخصی, داره شخصی خب فرض کن مثلا, مثلا شما اه... چه نام سر کار مثلا حس میکنید تو اون تیمی که هستید درست درک نمیشید حرف شما رو درست نمیفهمن یکی از چیزهایی که ممکنه به خیر منجر بشه ممکنه تو یاد بگیری که حرفت رو بهتر بزنی مم. که طرف مقابل بفهم میگه بشین برین استورم کن حالا فارسی میگفتن طوفان فکری یا ذهنی که راهکارهای جدیدی رو تولید کنی از اینکه در واقع برای اینکه اون تهدیدی که هست تبدیل به فرصت بشه درست. و حالا در یه... آره یه نکته راجع به این برینستورم کردن بود که من خودم به شخصه نمیدونستم خیلی جالب بود میگفتش که وقتی که اون برینستورمینگ داره انجام میشه فرض کن شما توی تیم فرض کن همین خود هست مثلا ما چهارتا نشستیم داریم راجع به این صحبت میکنیم که چجوری کیفیت قسمت رو ببریم بالا <applause> و فرهاد مثلا یه ایده میده این وسط اون لحظه هیچ کدوم از ماها نباید فرد پرین وسط قضاوت کنیم <applause> هیچ کدوم از ماها نباید بگیم که این حرفی که تو زدی غلطه اینو مال بعد قضیه است میگن تو اون لحظه باید بذارید جریان افکار شما همینجور جاری باشه و همینطور هماز... بریزه آره هی بریزه هی آره هی فکر مختلف باید بریزه مثلا همه رو تو تخته می نویسید اونجا اصلا نباید اعتماد به نفس کسی رو بگیری شروع کنی به قضاوت کردن چرا چون که قضاوت می‌کنی حالا طبق حرفی که مینا بود هر آدمی هم یه قاضی درون داره تو که قضاوت کنی فرهاد اون قاضی درون خودش هم اکتیو میشه فعال میشه و باعث میشه اگه شاید فکر خوبی تو ذهنش باشه اصلا به خودش اجازه نده اون فکر رو مطرح کنه که از ترس اینکه که مثلا من بگم شاید بد باشه ام. و ممکنه واقعا اون فکر خوب باشه اصلا تو اون لحظه شاید یه ذره پالو اینجا میگم پالیش باید بکنیش یه ذره سیقلیش کنی فکر خوبی باشه ولی اون باعث میشه که فراد جلو خودش رو بگیره و اون حرفش رو نزنه بذاری افکار بیاد بنویسید رو کاغذ چی بعدا ریزی خوبه توش در آره بله. توی چیزی که صحبت میکنه توی حالا درسای ما که بهمون میگفتن میگفتم موقعی که میخوایم برین استورمینگ انجام بدین یه نفر است که فقط مینویسه و نسبت به حرف بقیه هیچ کامنتی نمیتونید حتی نمیتونید بگین فلان چیز خوبه چون که افکار همه رو میبره به اون سمت یعنی میگن که شما فقط فکرتون رو میگید یکی مینویسه و بعدی یعنی میگفتم مثلا بشین توی داره مثلا فقط فکراتون رو بگین تا مثلا به صد تا فکرم نرسیدین حالا اون مثلا برای تیم بزرگتر بود نری توی استیج بعدی نری توی مرحله بعدی که حالا میخواین فکرهای خوب رو ازش پیدا بکنید و مثلا به قول ما رو فیلترش بکنید. درسته آره من خودم اینو نمیدونستم تو کتابی که خوندم دیدم چون ما همیشه نظر میدادیم و قضاوت میکنیم ولی تو اون لحظه اصلا ظاهرا جاش نیست یه آره چیزی بگم این نسیم داره میاد آره <applause> دوباره روشن شد شما... خوب... بعد حالا ما قبلا گفته بودیم که عرستو گفته که ویژگی ذهن حالا ادوکیت تحصیل کرده پرورش یافته اینه که افکار مختلف رو بشنوه خودش رو اینترتین کنه سرگرم کنه باش بدون اینکه بپذیره یا حالا ردش کنه حالا اینجا یه ذره پا رو فراتر میذارن میگن که اون ذهن سالم و حالا باز ذهنیه که دو تا فکر مختلف رو بتونه همزمان توی خودش نگه داره و همزمان هم قادر باشه که مغزش درست فانکشن کنه حالا ما اول گفتم میگن که ماهیت ذهن انسان مثل تخمکه که اما اسم ما اول اومد در رو میبنده نمیذاره بقیه بیاد میگه ذهن شما به صورت دیفالت پیشفرز اینطوریه که دوست داره در واقع تفکرات خودش رو پیرامون اون چیزهایی که شما دوست دارید و بهش باور دارید بچینه و در اکم. رو ببند اصلا هیچ فکر جدیدی رو نظر وارد شه درست ولی شما اگه بتونید همزمان دو تا ایده متناقض رو تو ذهن نگه داری دو قلو اون تو دو تا دیر اومده نه برو حرف آخه اجازه ادامه بدیم دو تا دو تا فکر متضاد داشته باشی ولی و همزمان در درست فانکشن کنه به کار خودت ادامه بدی آره همزمان بتونه این کارو بکنه این در واقع خلاف ماهیت ذهن شماست که دوست داره فقط یه فکر توش باشه و اون فکرهایی که دوست داری باشه میگه با این کار شما میکنه ذهن شما شروع میکنه به بازتر شدن و حالا آمادگی پذیرش حرف مختلف هم داره و این مورد آخر میگه که ذهنهایی که بازترن فروتنن افتادن چرا؟ به اینکه بیشتر قطعا تو زندگیشون اشتباه کردن ام. بیشتر از زندگیشون درس گرفتن و از همه بیشتر آدم بهتر از خودشون دیدن که بدونن خبری نیست حالا خودشون تو هر جایگاهی هم باشن اونجوری نیازی نیست که قره ره بشن به خودشون و بنازن یه اصلی بود که چند روزی صحبت کردیم کروگر دانین کروگر کروگر آره اون فکر به این مرتبط آره دقیقاً اثر دانین, دانین کروگره که حالا قبلا زیاد گفتیم همون هم میدونن اینا که شما وقتی توی اصل 1 امو... و دو بیشتر کار. آره وقتی راجع به یه موضوع هیچ چی نمیدونید اعتماد به نفستون کمه. وقتی یه ذره میدونید اعتماد به نفستون خیلی میره بالا. بعد که شروع می‌کنی بیشتر دونستن اعتماد به نفس اینجوری یواش یواش میاد پایین 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 همینجوری شما بیشتر میدونید. محور ایکس و فرض کنید. عفو تدریش. آره بعد از یه بعد دوباره اعتماد به نفستون میره بالا ولی اون خیلی دوره وقتی که خیلی میدونی. تو فارسی هم الان ما داریم درخت هر چی اه... پروارتر آره افتاده تا آره سر هر چی اینا همه از یه مفهوم داره صحبت میکنه بله خب دیگه چی داری و اینکه آها من خیلی میشنوم توی این فرهنگ غربیا که میگن شما با خیلی متکبر باشید و راه پیشرفت کردن حالا اروگنت بودن شما سو اینکه خیلی بخوای حرف خودتو بزنی اینا به نظر اینا مفاهیم غربی ما با همون اخلاق و آقا تختی اقتدا کنیم که آدم افتاد و فروتنی بود به دنیا جای بهتری میشه و اون مرف... نظام سرمایه داریه دیگه که به تو میگه که آدم باشو بله. بله. آخرم به زمانی این حرف رو اصلا به کی زدیم ما همین رو به خودمون گفتیم ما این ایراد رو توی وقت خودم به شخص توی خودم دیدم که رفتم به جای موضوع صحبت کردم ما اصلا اینجا نشستیم که بخوایم درس بدیم یا هرچی ما تو خودمون رو میگیم اونجا دورم صحبت میکنیم ما میگه میخنده و تموم میشه میریم بحث بعدی و داستانی که همه قطعا یک یا چند تا از این ویژگی ها رو حداقل توی برهه‌ای از زمان توی خودشون دیدن. <applause> این نیست که مال بقیه باشه، دره. مشکل مال فرهاد باشه، مشکل برای خود ماه درست. و هیچ اشکالی هم نداره که مشکل رو داشته باشیم. حالا فرهاد پرسید چه جوری میشه برطرفش کرد؟ هم لازم نیست به خودمون بزنیم، ولی دره. آگاه باشیم که اگه هر کدوم از این رفتارها رو توی خودمون دیدیم در راستای بهبود اون اوضاع بر بیاییم. حالا برای اینکه حالا بیشتر رو حرفی که کارو میزنه بیشتر یه استرسی بذارم اینه که من موقعی که همین گوش, گوش کنیم و رفتم برای هفته پیش بعد که اپیزود اومد بیرون یه سه چهار نفر به من زنگ زدن که تو خودت بیشتری مشکل رو داری توی گوش کردن و فلان و اینا را که ای چرا حرفمو گوش نمی‌دی من زنگ زدم نه نه تو نبودی واسه همیشه تو گوشی تو اینا گفتم آخه بخاطر اینکه میدونم مشکل خودمه یعنی خودم مشکل خودم رو اومدم گفتم و اینکه حالا دارم سعی می‌کنم روش کار بکنم اینطوری نیست که من خودم مثلا هر کی که با صحبت میکنه تمام ذهنم و میذارم مثلا باش صحبت میکنم ولی خلاص خواستم بگم که ما حرفایی که میزنیم بیشتر از درون میاد تا از برون چی داری برامون فرزاد؟ چند تا خبر آماده کرده بودیم ولی چون حالا کارون موضوعشیم بود یکیش که خیلی ربط داره تو اخبار داشتم میدیدم یه هفته فکر کنم خیلی جنجالی بود توی اخبار ایران و اینا و این جانجالی. هم یکی از بازیگرای ایران بود که مثل اینکه رفته بود خارج از ایران چون. و هجاب نداشته بود دیگه آرس خانم ستاره اسکندری رفته بود سفر نمیدونم ترکیه خوزم یا هر جا که بوده درست. بعد راه میره توی فروشگاه جایی اینقدر بیخرد باشه تو ترکیه اون کار حالا آره لوکیشن دورتری آره. بوده فکر هیچ نیست بعد ولی داره راه میره توی فروشگاه حالا دنبال چیزی میگه بعد یه ایرانی داره با دوربین میگیره ایشونو. از دور از داره ویدیوشو آره داره. بعد داره میگیره بعد یه هم نزدیک میشه دیگه یه طوری میشه که فیس تو فیس میشن بعد هی این ایرانیه که داره ویدیو رو میگیره هی صدا میزنه نمیدونم سلبریتی خائن و آره. نمیدونم دورو و این داستان ای ها بعد او. اصلا یه چیز عجیبی شده برای کسی که فقط میشنون این خانم اسکندری داره خیلی ساده و آروم تو خیام را میره بعد الان برگشت میام و گفت لطفا فیلم نگیرید آره این داستانه بعد اون <coughs> کاری که رامبا جوان کرد شروع شد که حالا خیلی چقدر همه این قضیه نظر دادن بعد نظر بدیم وقتی هم چه اتفاقی میفته من داشتم یه بگم داشتم با یکی صحبت میکردم بعد گفتش که اه... طرف برگشت گفتش که ببین سلبریتی اه... برای اینکه زندگیشون رو به نمایش بذارن پول میگیرن یعنی یکی از مثلا یکی از حالا مذیعت یا یکی از حالا مشکل اشکالات این که طرف سلبریتیه یعنی که باید زندگیشون رو به نمایش بذاره این طوریه آه. که پول در میاره و وقتی اتفاق میفته باید اینم قبول بکنه که توی حالا توی جوام حالا عمومی یا مثلا توی فضای مجازی فیلماشون حالا هست یا اگر که جایی میرن از این زیاد نباید ناراحت بشه که مردم از فیلم میگیرن یعنی توی خارج هم اکثرا همینطوریه این پاپاروتزی پاپارو که هستن این داستان فراتر از این قضیه است ببین مثلا اگه درامبو جوان بیاد توی برنامهش بشینه و فقط بگه شرایط ایران گل و بل و به به و بخندیم و خنده و همه با نه نه جمعید. من میگم بزارد. من میگم رامو جوان نباید ناراحت بشه از, از این قضیه افکارشو بریزه بیرون این فرق داره با اینکه یه سلبریتی تو خارج ازش عکس بگیره این بیاد بگه مثلا شرایط اینجا خوبه و مثلا تشویق کنه که خیلی همه مثبت نگر باشین بعد مثلا بخواد بچهش این اینور به دنیا بیاد که پاس کانادایی داشته باشه این به نظرم مشکل داره چرا چون دورویه حالا نظر شخصی من اینه که اون آدمی که فیلم میگیره و اینجوری برخورد میکنه که قطعا کارش اشتباهه به کسی ربطی نداره هر کسی بخواد میتونه هر جوری بخواد زندگی کنه ولی اگه اون سلبریتی که شاید خیلی ها دنبالش کنن به خاطر حالا چهره بودنش آدم دورویی باشه بیا تو تلویزیون یه جوری بگه ولی زندگی شخصیش یه جوری دیگه باشه به نظرم اون آدم ارزش سلبریتی بودن رو نداره آخه تو ایران هم باید با قوانین ایران بره جلو دیگه مثلا داره خب ای دیگه این دروغ نیست فرض کن مثلا آه. من مجری برم تو تلویزیون بگم که عالیه و همش خوبه و مثلا خب شرایط کاریت ایجاب میکنه توی اون کشور اون طور دروغ بگی. دروغه دروغ ولی سلبریتی طرف و اینکه از این پول در میاره که توی اینستاگرام باشه توی تلویزیون باشه و زندگیشو به نمایش بذاره اسمش باشه من. یعنی دیگه از بزار... اسمش رو باشه زندگیشو به نمایش میذاره نه من موافق نیستم. نیستم چرا زندگیشو به نمایش نه کلا نه، نه، نه حالا این از این پول در میارن دیگه نه کی گفت اصلا یارو زندگی شخصیشو نیازی نداره به نمایش بذاره آخه همه همین تمام اصلا شغل سلبریتی اینه نه کار این آدم علاقه این بنده خدا ستاره بود ستاره اسکندری علاقه ای نداره که اونجا فیلمش حالا در بیاد و بیچاره تو اون شرایط حالا رفته مسافرت مگه این کار که قطعا اشتباهه تو اونجوری بخوای زایش بکنی که چرا را بدون هجابی اینجا ولی خب از اون اگه همین آدم بره تو تلویزیون بگه که مثلا اینجا خیلی خوب و گل و بل و ولی مثلا اقامتی جای دیگه ای داشته باشی به این هم دو روی حساب میشه آره نمیدونم برو برای برنجی نرسیدیم که نه نه بعدش به خاطر اینکه الان فصل دوباره گریجویشن های این آمریکا کاناداس بکنم همه دوباره دارن عکس میذارن اینا یه خبر با حال دیدم که یه آقایی که یه کمپانی خیلی خفنداره داره سیاپوس هم هستن بیلیونر آمریکایی بل. رفته بوده فکر می کنم یه مدرک مثلا افتخاری توی آمریکا توی دانشگاه آمریکا میخواستن بهش بدن به. یه خودش هم پولدار و اینا بوده کل آندرگراد اون دانشگاه رو گفته هرچی بدهی دارین واسه دانشگاه من میدم وام دانشگاه آره. که نزدیک به آره ده 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 ده. مثلا یازده میلیون میشده اون و دیگه همه عشق کرده بودن و گریه کرده بودن بگم اسمش هم که حالا بدونه آره یه کردیس به بدیم رابرت رابر از برو بالا آره اینوستور توی تکنولوژی و چیزای مختلف من چند روز پیش سرنخوسی رو کردم یه نامه اومده بود و اینا اسمی روش نداشت یعنی اسم فقط واحد رو نوشته بود بعد در شما کردم بعد نشه بودش که تمام گفتش که بهتون تبریک میگم تمام چیز شما پرداخت شده استودنت لون شما پرداخت شده بعد نگو که برای پدرم بود که مثلا چهار سال پیش اینجا یه چند تا کورس برشته بودم اون تماش پدرم پرداخت کرده بودم تمام شده بود دیگه دیدم که مال من تازه شروع شده اصلا بخوام عمر رو میخواستم تازه بدم آره بعد دیگه خود تو زوقم دیگه خلاصه به پدرم تبریک گفتم که همه یارو چه حالی داده آره دیگه آره. چی چون حالا بحثمون دیگه در حد بیلیون و ایناست دیگه آره آره این پایین آره, آره آره, یه آره این... آقایی که آقایی به نام برناند آر... برنارد آرنولد که صاحب برند لوی ویتون هستن ایشون دیگه آره ای آقا؟ آره همین ایشون دیگه اموالش از 100 بیلیون زد بالا که الان سه نفر توی اون لیست هستن که آقای بیل گیتز و جف بیزوز و ایشون الان این سه که دیگه از صد میلیون بیشتر آره بارم. دیگه اگه تو هم هفته دیگه بری دیگه بشن چهار تا. خیلی جالبه <تصفح> که مود برای موز پنج میخوام در مورد همین دوستان صحبت کنم آره اینا. آره 100 ای میلیون د... اگه دلار ده, ده تومن بگیریم چند میلیارد تومن میشه ببین صد زب ده هزار تومن بگیریم صد آره. زب در ده توان نه اون یه ده توان چار بهش اضافه میشه سینزه میشه هزار بعد میلیارد چیه؟ تیلیارد آره همون هزار اه. اونقدر یه مقداری که آره. دیگه نیاز به شمارشش نیست خیلی خب دیگه موضوعاتو بذاره یه پنجشنبه دیگه خب این بود قسمت 152 ما ما توی تمام فضای مجازی اسم خود توی تلگرام توی تویتر فیسبوک اینستاگرام یوتیوب و اینکه اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام برای خود تاکس که میتونید اونجا برای ما وایس و مسیجاتون رو بفرستید ما میریم و هفته دیگه که نه شنبه با یه موضوع جدید دیگه برمیگردیم